سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من عریضا هستم و با یه ویدیو دیگه در خدمتتونم امروز یه وقفه دو ماهه توی منتشر کردن ویدیوهام داشتم که قبل شروع ویدیو امروز لازمه راجعش توضیح بدم و بعد میرم سراغ موضوع ویدیو امروز که مراسم بهاره اپل در سال 2021 بوده و با هم می‌بینیم که چه محصولات و چه سرویسایی توی این مراسم معرفی شده اگه کانال من رو سابسکرایب کرده باشید احتمالاً دیدید که توی دو ماه گذشته من متأسفانه نتونستم ویدیو جدیدی منتشر کنم دلیل این کمکاری من این بود که از ایران به کانادا مهاجرت کردم و تا این دو ماه مشغول جابجایی بودم و واقعا فرصت این که بتونم ویدیویی تولید کنم رو نداشتم. الان هم به طور کامل مستقر نشدم اما در حدی هستم که بتونم ویدیوها رو دوباره شروع کنم پس از این بعد دوباره ویدیوها رو خواهیم داشت حتی یه سری ویدیوی جدید خارج از محیط خونه با هم خواهیم داشت و اینکه یه سری محصول جدیدم از این طریق میتونم داشته باشم که براتون بررسی کنم و با هم میتونیم اونا رو ببینیم اما بریم سراغ مراسم اپل در بهار سال 2021 امروز 20 اپریل سال 2021 یا همون 31 فروردین 1400 اپل اولین مراسم خودش در سال 2021 رو به صورت مجازی از طریق سایت خودش برگزار کرد این مراسم هم مثل چند مراسم قبلیش توی اپل پارک ضبط شده بود و به صورت از پیش ضبط شده به کاربران نشون داده شد این مراسم با معرفی دو تا سرویس جدید شروع شد اولیشون اپل کارت فامیلی بود که خب به درد کاربرایی که توی آمریکا هستن میخوره چون این سرویس اپل کارت فقط توی آمریکا فعال شده و به جزئیاتش نمیپردازم چون احتمالا به کار کسی نمیاد ولی سرویس جالبی برای کسایی که داخل آمریکا هستن و میخوان یک کریدیت کارت از اپل بگیرن با خانوادهشون و بعد از اون اپل سرویس سابسکریپشن برای پادکست ها رو معرفی کرد و در اون رو عرضه کرد این سرویس به سازنده های پادکست این امکان رو میده که یه سابسکریپشنی به صورت ماهانه یه اشتراک به صورت ماهانه در اختیار کاربران یا شنونده های خودشون قرار بدن و شنونده ها بتونن به اون پادکست مشترک بشن یه پولی رو به صورت ماهانه به صاحب اون پادکست پرداخت کنن اپل برای سال اول 30 درصد از این هزینه رو بر و 70 درصدش رو به سازنده پادکست میده که مشابه اون چیزی که ما توی اپل استور چند سال دیدیم به نظر میاد سرویس موفقی باشه چون به حال اپل جز اولین شرکتهایی بود که به پادکست اهمیت داد و از چندین سال پیش از طرف آیپادای خودش سعی کرده که پادکست ها رو گسترش بده و در اختیار افراد بیشتری بذاره اما بلافاصله فاصله بعد از معرفی این دوتا سرویس اپل رفت سراغ سخت افزارا و کلی سخت افزار جدید رو پشت هم معرفی کرد اولیشون که سخت افزار جدیدی نبود صرفا یک رنگ جدید برای آیفون 12 و آیفون 12 مینی اپل عرضه کرد رنگ بنفش رو در کنار چند رنگ قبلی قرار داده و خ... کسایی که بخوان آیفون 12 بخرن از این به بعد میتونن رنگ بنفش رو هم انتخاب کنن و اگه مورد علاقه شون هست رنگ بنفش آیفون 12 یا 12 مینی رو بخرن آیفون 12 مینی در رنگ بنفش از جمعه این هفته پیش فروش میشه و از جمعه هفته آینده تاریخ 3 اپریل به بازار عرضه میشه من خودم دنبال این بودم که آیفون 12 مینی رو برای کانال بررسی کنم و حالا که رنگ جدیدم اومده احتمالا آیفون 12 مینی رو توی رنگ بنفش بخرم که هم رنگ جدید رو با هم ببینیم و هم بررسی آیفون 12 مینی رو که خیلیاتون از من خواسته بودید داشته باشیم اما بعد معرفی این رنگ جدید برای آیفون 12 اپل رفت سراغ یکی از محصولاتی که دو سال در موردش خبر میشنویم اما هیچ چیز رسمی از سمت اپل در مورد شنیده نشده بود بله ارتگ ارتگ مدت دو سال و یه هفته است در زمان ضبط این ویدیو که در موردش و در مورد اسمش خبر منتشر شده خبر درس کرده و اولین چیزی که راجبش خونده شد توی سری کد های یه نسخه جدید iOS 12 بود که اپل داره روی یک آیتم تریکر کار میکنه یک وسیله که باز برای پیدا کردن اجسام دیگه به کار میره و اسم ارتگ هم دیده شده بود و همونطور که گفتم دو سال ما راجب این اسم و این محصول داریم خبر میخونیم اما هیچ وقت محصول عرضه نشد اول از همه همون سال گفتن که در سپتامبر اون سال احتمالا اپل این ارتگ رو در کنار آیفون های 11 معرفی میکنه اپل حتی توی آیفون های 11 چیپ یووان رو هم قرار داد که کاملا مناسب ارتگ بود اما ارتگ معرفی نشد بعد میگفتن که در ماه مارچ سال 2020 معرفی میشه که یهو پندمی کرونا شروع شد و اپل صرف نظر کرد احتمالا از عرضه اون و بعد میگفتن در کنار آیفون های 12 معرفی میشه که بازم این اتفاق نیفتاد و بالاخره بعد دو سال خبر خوندن راجبش ارتک یک محصول رسمی شده و قرار هفته آینده بیاد به بازار همونطور که گفتم ارتگ یک وسیله است که میتونید کنار وسایل دیگهتون قرار بدید و به کمک اون اون وسیله ها رو بتونید پیدا کنید مثلا میتونید توی دست کلیدتون قرارش بدید یا توی کیفتون بذارید و خیلی راحت از طریق اپلیکیشن فاین مای اون وسیله خودتون رو میتونید روی نقشه ببینید و بهش نزدیک بشید و پیداش کنید حتی میتونید یه صدای پخش کنید و ارتگ براتون اون صدا رو پخش میکنه ارتگ یه قابلیتی داره به اسم پرسیژن فایندینگ که به کمک چیپ یووان این اجازه رو میده که اگر آیفونی داشته باشید که چیپ یووان داشته باشه میتونید خیلی دقیق توی یک محیط وسیله که ارتگتون بهش وصل هست رو پیدا کنید و خیلی اینتراکتیو بهتون نشون میده که سمت چپ برید سمت راست برید نزدیک بشید فاصلهتون رو خیلی دقیق بهتون میگه تا اون وسیله و خیلی راحت میتونید وسیله خودتون رو پیدا کنید توی پرانتز بعد بگم که این قابلیت پرسیژن فایندینگ یا همون یافتن دقیق چون از چیپ یووان استفاده میکنه احتمالا توی ایران قابل استفاده نخواهد بود چرا که چیپ یووان توی ایران فعال نیست چون که چیپ یووان از تیفای رادیویی استفاده میکنه و اپل برای فعال کردن این چیپ توی هر کشوری باید از اون کشور مجوز لازم رو گرفته باشه و خب چون رابطه بین اپل و کشور ایران نیست این مجوزها وجود نداره و چیپ یووان توی آیفون ها داخل ایران همه خاموشه و فعال نیست پس این قابل یافتن دقیق ها احتمالا توی ایران کار نخواهد کرد اما کلیت ارتک هم به این صورته که یک وسیله است از طریق آیفونتون رو ستاپ میکنید میگید که به چه وسیله میخواید اون رو وصل کنید یک ایموجی براش انتخاب میکنید حتی موقع خریدش از خود اپل به صورت مستقیم میتونید یه ایموجی رو روش هک کنید و اون رو با اون ایموجی که خواستید تحویل بگیرید و خب روی هر وسیله قرار بدید میتونید توی اپ فایند اون رو ستاپ کنید که به صورت پیش‌فرض روی همه آیفون ها وجود داره بعد چه جوری کار میکنه وقتی اطراف آیفون خودتون باشه خب موقعیت رو میتونه خیلی راحت پیدا کنه و اما اگر آیف... اه... وسیله که ارتگ رو بهش وصل کردید جایی جا بذارید و آیفون خودتون یا وسیله خودتون کنار اون ارتگ نباشه ارتگ میاد از شبکه فایند استفاده میکنه و موقعیتش رو میتونه به شما روی اپ فایند مای خودتون نشون بده و این شبکه فاینمای هم دو سه سالیه که راه افتاده همون قابلیتی که اجازه میده شما آیفونتون حتی اگر خاموش بود حتی اگر آفلاین بود از طریق فایند مای قابل ردیابی باشه و شما بتونید لوکیشن اون آیفونتون رو روی نقشه پیدا کنید حالا اپل همین قابلیت رو به ارتگ و تمام وسایلتون اضافه کرده و شما میتونید با گذاشتن ارتگ در کنار یه وسیله اون وسیله رو همیشه پیدا کنید خب اپل یه میلیارد دستگاه فعال در سراسر دنیا داره و زیر ساخت شبکه فاین مای به شدت قویه اما بازم یه نکته واسه خریداران این محصول توی ایران باید بگم اونم اینه که اون زیر ساخت شبکه فاین مای روی تنها دستگاه های اپلی فعال میشه که اپل آیدی هایی که روی اون دستگاه هست قابلیت تو فاکتور اتنتیکیشنشون فعال شده باشه تا وارد اون زیرساخت شبکه فاینمای بشن و بشه اون دستگاه رو به صورت آفلاین پیدا کرد یا از طریق اون دستگاه ها دستگاه های دیگر رو بشه به صاحبشون اطلاع داد که پیدا شدن از اونجایی که قابلیت تو فاکتور اتنتیکیشن اپل آی دی نیاز به شماره خارج از ایران داره خیلی داخل ایران افراد کمی هستن که این قابلیت رو برای اپل شون فعال کردن برای همین زیر ساختش احتمالاً تو ایران خیلی قوی نباشه پس اگر خریدی و دیدی توی ایران نمیتونه به صورت آفلاین لوکیشن رو بهتون نشون بده بدونید دلیلش اینه و اپل اون دستگاهش که خیلی هم زیاده حساب کرده و قطعا در خارج کشور خیلی وسیله موفقی خواهد بود اپل گفته که باتری ارتک ها یک سال دوام دارن و خود کاربر میتونه اونها رو بعد یک سال تعویض کنه خیلی راحت ارتک میچرخه باز میشه و وسطش یه باتری خیلی استاندارد CR2032 قرار داره که شما میتونید رو حتی از سوپرمارکت ها بخرید و باتری خودتون عوض کنید و نیازی نیست حتی به اپل ببریدش و خودتون توی خونه خیلی راحت میتونید باتری ارتگ رو عوض کنید ارتگ در دو حالت تکی و بسته چارتایی به فروش میرسه قیمت تکی اون 29 دلاره و بسته چارتایی اون 99 دلاره قیمت مدل تکی اون و حتی پک چارتایی اون خیلی خوب قیمت گذاری شده و میتونه با رقبای خودش مثل تایل رقابت کنه تقریبا هم قیمتن و به نظر میتونه بازار رو برای خودش بگیره برای کاربران اپل که خیلی گزینه خوبیه خود ارتگ به عنوان یه اکسسوری برای آیفون معرفی شده و اپل اومده چند تا اکسسوری برای خود ارتگ هم معرفی کرده و عرضه کرده یعنی یه سری اکسسوری برای یه اکسسوری که خب حالا خیلی خنده خود قضیه ولی این سه تا یه سری جاکیلیدی و یه سری بند هستن که بتونین ارتگ رو به جاکیلیدی خودتون یا وسایل دیگه متصل کنید و جالبی قضیه اینه که قیمت این اکسسوری از خود ارتگ گرونتره خود ارتگ 29 دلاره و این جاکلیدی مثلا 35 دلاره که به صورت جدا باید بخرید یه پارتنرشیپی با ارمز کرده همون ارمز معروفی که اپل واچاش رو دیده بودیم و یه سری جا خیلی گرون حالا از 299 دلار 350 و 450 دلاری معرفی کرده که ارتگ همراهش هست و حالا روی ارتگش هم برند ارمز هک شده واقعا خنده حالا یه اکسسوری 30 دلاری و واسه 450 دلاری که پول بده ولی همچین همکاری هم بوده و همچین چیزی هم تولید شده یه سری هم جا ارزون تر از طرف بلکین اپل روی سایت خودش برای فروش گذاشته که خب قیمت 12 13 دلاری داره که اونا خیلی معقول تره اگه خواستید بخرید و به نظرتون اکسسوری اپل گرون بود برای این قضیه میتونید برید سراغ برند بلکین و قطعاً هم از امروز به بعد کلی شرکت دیگه میافتن سراغ تولید کردن کلی هولدر مختلف برای ارتک که به مرور میاد به بازار و میتونید اونها رو هم بخرید ارتک هم مثل آیفون 12 های بنفش از جمعه این هفته پیش فروش میشه و از جمعه هفته آینده یعنی 3 اپریل به بازار میاد و به دست کسایی که پیش خرید کردن میرسه بعد معرفی ارتک اپل رفت سراغ اپل تیوی محصولی که از 2017 آپدیت نشده بود آخرین بار در سال 2017 همراه به آیفون 10 و آیفون 8 که معرفی شدن آپدیت شده بود حتی بعضی از شما تو کامنت از من خواسته بودید که اپل تیوی رو بررسی کنم ولی چون انقدر قدیمی شده بود که حتی سراغشم نرفتم در نظر داشتم یه ویدیو راجع به اپل تیوی درست کنم که خب حالا اپل تیوی جدید اومده و میتونیم یه ویدیوی جدید راجع به اپل تیوی جدید داشته باشیم بجن که بریم سراغ یه محصولی که مال تقریبا 4 سال پیشه این اپل تیوی در واقع نسل ششم اپل تیوی میشه که با همون اسم اپل تیوی 4K همچنان شناخته میشه اپل تیوی 4K قبلی که در واقع نسل پنجم بود دیگه دیسکانتینیو شد و تولید نمیشه و خب چند تا قابلیت جدید داره یکیش مهمترینش اینه که چیپ A12 رو داره حالا همون چیپی که توی آیفون تنس تنس ماکس بود که خیلی چیپ قوی تریه نسبت به ایتنی که توی اپل تیوی 4K قبلی بود خب خیلی بهتره و میتونه کلی قابلیت جدید رو به همراه داشته باشه برای کار برای اپل تیوی مثلا یکیشون اینه که میتونه محتوای HDRی که فریم ریت بالا دارن رو پخش کنه و اپل تیوی قبلی نمیتونستن و کم آوردن و شما مثلا میتونید روی آیفون 12 پروی خودتون ویدیوهای 60 فریم پر سکند 4K دالبی ویژن HDR بگیرید و اونها رو روی اپل تی 4K جدید نمایش بدید و حتی پشتیبانی از این فرمت به ایرپلی اضافه شده تا اپل تی جدید بتونه از اون بهره ببره. اپل توی مراسم گفت که خب اپل تی وسیله ای که با تلویزیون های مختلفی داره استفاده میشه و هر تلویزیونی کالر پروفایل مخصوص خودش رو داره و هر کدومشون رنگ ها رو یه جوری نشون میدن. برای همین روی اپل تی وی جدید قابلیتی به کالر بالانس رو قرار داده که شما آیفونتون رو کافیه به سمت تلویزیونتون بگیرید اپل تیوی خودش چند تا نمونه میگیره و خود تصویر خودش رو جوری هماهنگ میکنه که بهترین خروجی رو روی تلویزیون شما داشته باشه که حالا باید بیاد تست بشه ولی به نظرم قابلیت خیلی جالب و باحالیه اپل وی جدید از وایفای 6 هم پشتیبانی میکنه پس اگه روتر جدیدی دارید که از وایفای 6 پشتیبانی میکنه اپل تیوی میتونه از اون طریق بهش وصل بشه و خب سرعت خیلی بهتری داشته باشه ولی مهمترین تغییر که اپل جدید نسبت به مدل قبلیش کرده به نظر من ریموت جدیده ریموت اپل تیوی قبلی همونی بود که همزمان با اپل تیوی نسل 4 و تیوی او اس معرفی شده بود خیلی بعدش میمد ازش من خودم به شخصه هیچ وقت دوستش نداشتم اون ترک پدش به نظر من هیچ وقت جالب نبود خیلی سخت کرده بود کار کردن رو و من ریموت قبلی اپل تیوی رو ترجیح میدادم حالا اپل اومده ریموت رو دوباره آلومینیومی کرده دیگه شیشه روش نیست که بشکنه چون خیلی ریموتشون شکست توی این چند سال یه دکمه پاور روی این قرار داده که میتونی تلویزیونتون رو روشن خاموش کنه بدون اینکه دیگه به ریموت خود تلویزیونتون نیاز داشته باشید دکمه سیری رو مثل آیفونتون برده در سمت راست و کنارش قرار داده و در واقع دکمه های بالا پایین چپ و راست رو قرار داده و شده شبیه به نسل قبلی ترش و دکمه تنظیم صدا و دکمه بک و دکمه تیوی هم سر جای خودشون قرار دارن این ریموت هم من منتظرم که ببینم و تستش کنم به نظرم خیلی جالب شده و خیلی بهتر از نسل قبلیش باید باشه اپل تیوی 4K از جمعه هفته آینده یعنی 3 اپریل پیش فروش میشه و گفته شده در ماه می میلادی به بازار میاد حالا این میتونه اوایل ماه می باشه یا انتهاش باشه پس از اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد این احتمال وجود داره که این اپل تیوی به بازار بیاد و تاریخ عرضه دقیقی براش مشخص نشده اما هر زمان بیاد من رو تهیه میکنم و با همون رو بررسی میکنیم اما بعد از معرفی ارتگ و اپل تیوی اپل رفت سراغ چیپ اموان خودش و یه محصول جدید با چیپ اموان معرفی کرد این مک جدید آی مکه که دیزاینش کاملا عوض شده و به چیپ اموان مجهز شده این آی مکه جدید با طراحی جدیدش توی هفت رنگ مختلف عرضه میشه که به نظر من یه فلش به اولین نسل آی مکه که توی چند رنگ مختلف عرضه شده بود و اپل میخواد اون حس رو به کاربر بده که دوباره انقلابی در آی مک به وجود اومده و با این رنگ رو به نظر من میخواد یادآوری اون دوران رو بکنه یه حدثی که من میزنم اینه که مثل آیفون که ما آیفون معمولی و آیفون های پرو رو داریم احتمالا از این به بعد هم یه آیمک معمولی و یه آیمک پرو یا حالا هر اسمی از این به بعد خواهیم داشت این آیمک 24 اینچه خب در رنگهای مختلف و متنوعی عرضه میشه رنگ های شادی داره و به درد کاربری که استفاده روزمره از یه مک میخوان داشته باشن میخوره و احتمالا در ادامه سال 2021 یا که آی مک پرو با صفحه نمایش بزرگتر و رنگهای خیلی تیره تر و سنگین تر احتمالا مثل رنگهای آیفون 12 پرو معرفی بشه حالا بعد ببینیم با یه چیپ قوی تر اینو بعد ببینیم ولی این حدس منه شاید اتفاق بیفته این طراحی جدید خیلی آی مک رو باریک کرده از اونجایی که اموان دیگه نه نیازی به فضای زیاد داره نه نیاز به فنای بزرگ داره این اجازه رو به اپل داده که آی مک رو به شدت باریک کنه در حدی که همیشه روی آی مک ها جک میلیمتری میلی هدفون پشت آی مک قرار میگرفته اما این آی مک انقدر نازکه که اگه میخواستید جک هدفون رو از پشت بزنید از اون ور میزد بیرون و برای همین جک هدفون در سمت چپش قرار گرفته تا بتونید به کامل هدفون رو با آی وصل کنید همونطور که گفتم این آی مک جدید چیپ اموان رو به همراه خودش داره دقیقا همون اموانیه که توی مکبوکر، مکبوک پرو و مکمینی های آخر 2020 دیدیم تفاوتی نکرده همونطوری مدل های استانداردش 8 گیگرم دارن شما میتونید اونها رو تا 16 گیگ به صورت کاستومایز از سایت اپل ارتقا بدید 256 و 512 گیگ حافظه SSD دارن که باز از طریق سایت اپل میتونید تا 2 ترابایت اونها رو اضافه کنید مدل خیلی پایه اون گرافیکش 7 هسته داره و دو مدل قوی ترش گرافیک 8 هسته دارن مدل پایه متاسفانه فقط دو تا پورت داره ولی مدل های قوی تر چهار تا پورت دارن که دو تاشون USB type -C و دوتاشون از تاندربولت هم پشتیبانی میکنن ورودی برق آی من که جایدم اپل به صورت مگنتی داره ورودی که البته نمیدونم دلیلش چیه ولی خب چیز جالبیه نمیدونم دلیلش چیه به خاطر اینکه خب مگه چند بار آی مک رو قراره در طول مدتی که داریم از برق بکشیم و جابجاش کنیم برای همین مگنتی بودنش خیلی برام من منطقی نیست ولی خب خیلی جالب و راحت از اینه که اون پشت بگردیم و یه کابل رو جا بزنیم و یه تا ابتکاری هم که برای استفاده از کابل شبکه همان اترنت کرده اینه که توی اون آداپتوری که در مسیر پریز برق تا پشت های هست یه پورت ایترنت قرار داده که میتونید کابل شبکهتون رو اون وسط متصل کنید تا پشت های مکتون نشه و این قابلیت ایترنت فقط روی اون دو مدل قویترش که 8 هست گرافیک دارن فقط پشتیبانی میشه و اون مدل خیلی پایش از این قابلیت پشتیبانی نمیکنه اپل میگه که آیمک جدید اسپیکر و میکروفون بینظیری داره خیلی از نسل قبلش بهتر شده که حالا این بعد بیاد تست بشه تا ببینیم همینطور طور وبکم این آیمک هم 1080 شده کیفیتش که خب ما قبلا توی آیمک 2020 دیدیم که اپل کیفیت وبکم رو به 1080 ارتقا داده بود قبلا هم روی آیمک پرو 2017 ما وبکم رو داشتیم خیلی چیز جدیدی نیست ولی خب بهتر از اون وبکم 720 که قبلا روی آی مک کوچیک‌تر می‌دیدیم و یا حتی توی مک ها امیدوارم که این تغییر به مک ها هم بیاد در آینده نزدیک چون خیلی کیفیت وبکمشون بده در نهایت اپل یه مجید کیبورد جدید برای آیمک آی معرفی کرد که در سه نسخه عرضه میشه یه دونهشون یه دیزاین نسبتا جدیدی داره دکمه تغییر به کیبورد ایموجی داره اون دکمه فانکشنش چند تا شده و دکمه اجکت هم به دکمه لاک کردن صفحه تغییر پیدا کرده اما مدلی که جالب بود به نظرم همینه و به جای دکمه لاک کردن یه سنسور تاچ آی رو این قرار گرفته که به صورت وایرلس تاچ آی رو با آی مک برقرار میکنه و شما میتونید از سر خودتون برای لاگین کردن به مک استفاده کنید و مدل سومش هم همینیه که تاچ آی داره اون نامپد هم میاد کنارش که برای کسایی که کیبورد بزرگتر رو میخوان نمیدونم چرا اپل از فیس آی روی آیمک استفاده نکرد فرصتش رو داشت شاید در آینده بخواد از این قابلیت استفاده کنه و فعلا تاچ آی از طریق ماجیک کیبورد به آیمک های جدید اومده همونطور که گفتم آیمک هفت رنگ مختلف داره پس ماجیک موس هم که همراه این آیمک ها میاد هم رنگ آیمک خودتونه یه نکته جالب اینه که کیبوردی که بخرید هم رنگ که خریدید پس اگه آیمک صورتی رو بخرید کیبوردتون هم صورتی خواهد بود. Magic Mouse تغییری پیدا نکرده صرفا همرنگ میشه با بدنه آیمکی که خریدید خود Magic Mouse دو احتمالا صرفا رنگرندی پیدا کرده Magic Trackpad هم یه کمی گفتن دیزاینش فرق کرده در کارکردش فرقی نداره و اون هم مثل دو اکسسوری دیگه همرنگ آیمکی که بخرید بهتون میرسه اون مدل پایه آیمک جدید که گفتم دو تا پورت داره و گرافیک 7 ای داره با قیمت 1299 دلار قرار فروش برسه و اون مدل قوی ترش که 4 تا پورت داره و 8 هسته گرافیک داره با قیمت 1499 دلار قرار به فروش برسه این آی مکای جدیدم از جمعه هفته آینده یعنی آپریل اپریل قرار پیش فروش بشن و اپل تاریخ دقیقی برای عرضه اینها هم نگفته صرفا گفت نیمه دوم ماه می که نیمه دوم ماه می میشه تقریبا یه ماه از الان و این محصولم هر موقع بیاد به بازار من حتما میگیرمشو یه بررسی از زرش میریم اما معرفی آی مک انوان که تام شد اپل یه ویدیو نشون داد که داخل اون تیم کوک رفت سراغ یه مک انوان ام امون رو از داخل اون برداشت و داخل آیپد پرو رو قرار داد و ایپد پرو جدید با چیپ M1 رو معرفی کردند و اینطوری برای اولین بار چیپ M1 به خانواده آیپد هم اومد داخل آیپد پرو جدید قرار گرفته و از این به بعد قرار با M1 عرضه بشه. اولین تغییری که M1 به خودش به آیپد آورده اینه که پورتی که روی آیپد قرار داشت و USB C بود حالا تاندربولت هم هست و میتونه از سرعت تاندربولت هم استفاده کنه. این مثلا این کمک رو میکنه که آیپد بتونه به پرو دیسپلی XR وصل بشه و خروجی کامل 6K داشته باشه و خیلی خوب بتونه این انتقال رو هندل کنه مورد جدید بعدی که روی آیپد پرو های 2021 میبینیم اینه که پشتیبانی از 5G به مدل های سلولار آیپد پرو اضافه شده که خب طبیعیه چون پارسال روی آیفون 12 ما پشتیبانی از 5G رو دیدیم و طبیعی بود که توی نسل بعدی آیپد ها هم پشتیبانی از 5G اضافه بشه. تغییر بعدی که اپل به آیپد پرو 2021 آورده، یه دوربین جلوی کاملا جدیده، یه دوربین 12 مگاپیکسلی اولترا واید که شاید با خودتون بپرسید چرا دوربین اولترا واید برای دوربین جلو و جوابش قابلیت جدیدیه که اپل با اسم سنتر استیج برای آیپد پرو جدید معرفی کرده و این به کمک هوش مصنوعی تشخیص میده که شما کدوم سمت تصویر هستید چرا که قبلا وقتی شما با آیپد پرو ویدیو کال میکردید و آیپدتون در حالت لند قرار داشت وقتی داشتید شخص مقابل رو نگاه می کردید در وسط صفحه آیپد خودتون اون شخص احتمالا تصویری اینجوری از شما میدید که انگار دارید یه طرف دیگر رو نگاه می کنید و حالا سنتر استیج خودش تشخیص میده شما کجای تصویر هستید شما رو همیشه وسط تصویر قرار میده و حالا باید بیاد استفاده بشه و ببینیم تا چه حد خوبه اما احتمالا تغییر خیلی خوبی باشه چون اپل که دوست نداره جای دوربین رو عوض کنه و بیارتش روی یه سمت دیگه حاشیه صفحه نمایش همونجا دوست داره نگهش داره ولی حالا شاید با این تغییر ویدیو کال ها روی آیپد یه ذره درست تر باشه تغییر بعدی که روی مدل 12.9 اینچ آیپد پرو فقط اومده یه صفحه نمایش کاملا جدیده اپل اسمش رو گذاشته لیکوئید رتینا ایکس و میگه از تکنولوژی که توی پرو دیسپلی ایکس استفاده شده بود حالا توی آیپد پرو هم داره استفاده میشه این در تکنولوژی مینی که به اپل اجازه میده بخش های مختلف و سفر رو بتونه با نور کمتر یا بیشتری کنترل کنه و صفحه نمایش میتونه تا هزار نیت در حالت عادی روشن بشه که به نظر من خیلی فوق العاده است برای یه تبلت میتونه مثل پرو دیسپلی ایکس باشه حتی و به نظر من خیلی تغییر خوبیه اینم باید بیاد و ببینیم تا چه حد بهتر شده اما تغییراتی که اپل توی مدل 12.9 اینچ داده و صفحه نمایش جدیدش باعث شده که هم مقداری کلفتر باشه هم سنگینتر باشه و هم قیمت مدل 12.9 اینچ بره بالاتر مدل 11 اینچ همچنان با قیمت سابقش عرضه میشه اما مدل 12 اینچ یکم افزایش قیمت داشته همینطور اپل برای اولین بار داره مدل دو ترابایت رو برای آیپد پرو عرضه میکنه که خب نمیدونم به کار چه کسی میاد اما این گزینش هست و اگر کسی هست که میخواد آیپد دو ترابایتی داشته باشه حالا میتونه بره و اون رو بخره همینطور چون از انوان استفاده شده تو آیپد پرو های جدید مدل های 128 256 و 512 گیگابایتی اونها 8 گیگابایت رم داره و مدل های 1 ترابایتی و دو ترابایتی آیپد پرو های جدید 16 گیگرم داره که در مقایسه با آیپد پرو 2020 پارسال که همشون 6 گیگرم داشتن به نظر من رشد جالبیه و خب اگه 16 گیگرم روی آیپدتون نیاز دارید بعد مدل های ترابایت یا 2 ترابایت رو بخرید وگرنه با مدل های کم ظرفیت تر 8 گیگرم رو دارید که به نظر من کافیه برای آیپد آیپد پروی جدیدم با ماجیک کیبورد همچنان سازگاره و آیپد پروی جدیدم همچنان از نسل دوم اپل پنسل پشتیبانی میکنن و فعلا خبری از اپل پنسل جدید نیست. در کنار تمام سخت افزارهای جدید اپل چند رنگ جدید برای های خودش برای آیفون رو معرفی کرد. یه رنگ جدید برای چرمی یه رنگ جدید برای جاکارتی مچ سیف و چهار رنگ جدید برای کیسای سیلیکونیش همینطور چند رنگ و چند مدل جدید برای بندهای اپل واچ معرفی شده که اگه علاقه مندید میتونید به سایت اپل این رنگای جدید رو ببینید و اگه خوشتون اومد اونا رو بخرید در نهایت هم نسخه نهایی آیس 14.5 گفته شده هفته آینده منتشر میشه احتمالا روز دوشنبه پس حواستون باشه که گوشیتون رو حتما آپدیت کنید این آپدیت خیلی تغییرات زیادی داره که خب میتونید راجبش بخونید مهمترین تغییرش به نظر من اینه که میتونید اگر اپل واچ داشته باشید و آیفونی داشته باشید که از فیس آیدی استفاده میکنه حالا اگر اپل واچتون دستتون باشه و آیفونتون ببینه که ماسک زدید با کمک اپل واچتون گوشیتون رو آنلاک میکنه و دیگه نیازی نیستش که رمزتون رو بزنید که برای کاربرایی که اپل واچ دارن به نظر من آپدیت خیلی فوق العاده ای و شاید توی این وضعیت فعلی کمکتون کنه خیلی راحت تر از آیفونتون استفاده کنید خب این بود تمام اون چیزی که توی مراسم بهاری اپل در سال 2021 اتفاق افتاد همشو سعی کردم بهتون توضیح بدم منتظر بررسی تک تک وسایلی که امروز معرفی شده توی این کانال باشید پس کانال رو سابسکرایب کنید این ویدیو رو لایک کنید و با دوستتون به اشتراک بذارید منتظر ویدیوها باشید فعلا خدافظ.